آقای دکتر حسام نوذری عزیز در لس آنجلس، عرض سلام دارم، روز شما بخیر. روز شما بخیر. سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. ممنونم. عرض شود در مسابقه قبلی شما در ارتباط با تاثیر ژن ها بر روی رفتار ما انسان ها صحبت کردین و امروز میخوایم که درباره تاثیر ژن های مهاجمان خارجی بر ما ایرانیان با شما صحبت بکنیم. میدونیم که سرزمین ما ایران در طول 2500 سال اخیر بارها مورد تهاجم خارجیان قرار گرفته، از اسکندر گرفته تا اعراب و چنگیز و مغول ها و از این قبیل. اما به من بفرمایید که چرا مردم ایران بیش از همه از تاثیر عرب ها بر نژاد خودشون ناراحتند؟ ببینید، یک جمله هست که در ایران زیاد استفاده میشه، سال هاست، شاید هم قرن هاست، که میگه که عرب ها نژاد ما رو داغون کردن، یا عرب ها ژن های ما رو داغون کردن، و الا ما متمدن بودیم، و الا ما اینطوری نبودیم. یک جورای شبیه یک عقده تاریخی شده برای ایرانیان این جمله. این جمله‌ای که عرب ها یا مغول ها به ما حمله کردن و نژاد ما رو داغون کردن، ژن های ما رو از مرغوبیت انداختن، هیچ ارزش علمی نداره، هیچ واقعیت علمی نداره، واقعیت بیولوژیک و ژنتیک نداره. اگر شما به ژن‌های انسان نگاه کنید، از جمله ژن‌های ایرانیان، کوچندگی بسیار مهمتر از تهاجم هست. یعنی نسبت کوچندگی در مقابل تهاجم 1000 به 1 هست. زمانی که گذشتگان ایرانیان، گذشتگان شما و من وارد ایران میشند، حوالی لرستان، خرم‌آباد، کوههای زاگرس، 65,000 سال پیش، در اون منطقه یک عده از اونها ساکن میشن، تعدادی به سفر خودشون ادامه میدن، از فلات ایران خارج میشن. اونهایی که در سرزمین ما باقی میمونند مرتب کوچنده بودند. یعنی در شمال و جنوب سرزمین ما، شرق و غرب سرزمین ما در حال سفر بودن. آها، بله. خب یک زمانی هست که ایران ما دچار یک گرمایش شدید میشه، دچار یک خشکی بزرگ میشه. در این زمان هست که یک مهاجرتی صورت میگیره به طرف شمال فلات ایران. خب بنابراین کوچندگی ادامه داره، به خصوص در نتیجه چالش آب و هوا، و بعد از چند قرن عده‌ای دوباره باز میگردن به فلات ایران. منظورم چی هست؟ منظورم این هست که شما این کوچندگی و این حرکت رو مرتب میبینید تا ما برسیم به حدود 10,000 سال پیش. یعنی زمانی که یک جا یک تعدادی به راستی ساکن میشند. بله. خب بنابراین کوچندگی در همو رفتن این ژن‌ها از نظر بیولوژیک، از نظر ژنتیک، اهمیتش بسیار بالاتر از این تهاجم ها هست. بنابراین هیچ ارتباطی اول بین تمدن داشتن، ادب داشتن، خوب بودن و ژن نیست. شما ژنی به عنوان ژن تمدن ندارید، یا ژن مهربان بودن، یا ژن مؤدب بودن، که فرض رو بر این بگیرید که این ژن ها بر اثر هجوم عرب ها از بین رفته، یا این ژن ها بر اثر هجوم مغول ها از بین رفته. بنابراین واقعا این عقده تاریخی رو باید یک بار برای همیشه کنار گذاشت، هیچ واقعیت علمی در اون نیست. از اون طرف زمانی که یک پدر و مادر با هم هستند تا بچه ای از اون حاصل بشه، یک پدر و مادر، پیش از اون سلول‌های جنسی مادر و سلول‌های جنسی پدر هر کدوم از اونها ژن‌های خودشون رو بر می‌زنند. یعنی که شما فرض کنید ما 52 تا برگ ورق داریم، ورق بازی. فرض کنید شما این 52 تا ورق رو پرت کنید روی زمین، چند بار اتفاق میفته که شما بتونید این 52 تا رو دقیقاً به همون ترتیب روی هم سوار کنید؟ نمیشه. تقریباً 0 مرتبه. درسته. حالا شما تصورش بکنید در مورد ژن‌های یک زن یا ژن‌های یک مرد. ما دارای 3 میلیارد جفت آجر حیات هستیم در دی ان ای خودمون. خب این ژن‌ها شروع به عبور و مرور میکنن
در سلول‌های جنسی قبل از اینکه آمیزش صورت بگیره. بنابراین شما از لحاظ تاریخی کوچندگی رو دارید، مرتب انسان‌ها در هم ادغام میشن، با هم ازدواج میکنن، سفر میکنن، با آدم‌های تازه آشنا میشن، و از اون طرف شما اون چیزی که در بیولوژی ما به اون میگیم crossing over، یعنی عبور و مرور ژن‌ها، این برگ‌ها و این ورق‌هایی که روی زمین پرتاب شده و بعد دوباره اینها رو جمع میکنید، هر بار به یک گونه متفاوتی کنار هم قرار میگیرن. بنابراین اون چه که اهمیت داره بازسازی این فرهنگ و تمدن هست. و اگر سر بزنید به ژن‌های ایرانیان، بله، متوجه میشید که در این جمله هیچ واقعیتی نیست. یک بار دیگه تکرار میکنم، عرب‌ها، مغول‌ها نژاد ما رو، ژن ما رو به هم زدن، و الا این قسمت دوم این جمله است که خطرناک است، و الا ما متمدن بودیم، یعنی یک جورای قطع امید کردیم، همه گناه ها رو میندازیم به گردن این تاجم. و با این تمام کنم که از لحاظ علمی تأثیر کوچندگی در مقابل تهاجم 1000 to 1 است. درسته. خب به این ترتیب آیا میشود گفت یا نمیشود گفت که آیا مثلا نژاد آریایی قبل از هجوم اعراب زیباتر بوده، یا اینکه نژاد سامی باعث شده که به اصطلاح ما زیباتر بشیم؟ نمیدونم آیا هیچ ببینید اصلا نژاد آریا وجود علمی نداره، یا نژاد سامی. تمام انسان‌های ساکن دنیا امروز یک نژاد دارن و اون ساپینس هست. بنابراین اگه از شنوندگان شما بپرسن نژاد شما چی هست، نژاد ما آریا نیست، سامی نیست، یهودی نیست، مغول نیست، چنگیز نیست. و این نظر تمام مراکز پژوهشی دنیاست، یعنی نظر شخصی من نیست، هیچ واقعیت علمی در واژه نژاد نیست. بگذارید برای شما یک مثال بزنم. بفهمید خواهش می‌کنم. اگر شما به آقای تایگر وودز نگاه کنید، بازیگر بزرگ گلف، بله می‌شناسیمش، همه اون رو به عنوان یک قهرمان گلف می‌شناسند که به اصطلاح خودشون از نژاد سیاه است، آفریقایی تباره. بله. اگر شما یک سر به پدر آقای تایگر وودز بزنید، پدر اون رنگین پوست هست، اما پدر و مادر این پدر چینی هستند و بومی امریکایی. خب چینی و بومی امریکایی. حالا یک سر بزنیم به مادر آقای تایگر وودز. مادر آقای تایگر وودز اهل تایلند هست و پدر و مادر بزرگ این آقا که میشه پدر و مادر این خانوم اهل چین و اهل داچلند هستند، یعنی از اروپا. بنابراین اگر شما از سوی مادر آقای تایگر وودز نگاه کنید و از سوی پدر مادر آقای تایگر وودز نگاه کنید، چرا ما نمیگیم این آقا چینی هست؟ چون سهم چین رو هم در مادر میبینید و هم در پدر. یا اینکه اون تکلیف داچلند چی میشه اروپا، یا اینکه اون تکلیف تایلند چی میشه. اما ما تنها به رنگ پوست نگاه میکنیم و تصمیم گرفتیم که جشن بگیریم پیروزی یک قهرمان نژاد سیاه. اما اگر سر بزنیم به درون ژن‌ها، اگر سر بزنیم به درون این آدم، متوجه میشید که چرا امروز ما معتقد هستیم چیزی به عنوان نژاد وجود نداره. همه ما متعلق به نژاد ساپینس هستیم، یعنی نژاد وجود داره اما تنها یک دونه نژاد. بله. یک نمونه دیگه اون خانم شکیرا هست، خواننده برجسته. بله. کولومبیا. بله درست. اگر شما به خانم شکیرا نگاه کنید، به رقص اون که نگاه میکنید، به لبندی اون نگاه میکنید، به چهره اون، به اون زبانش که نگاه میکنید، کاملا لاتین هست. یعنی متوجه میشید واقعا این لاتین هست، اهل کولومبیاست. اما تعجب نخواهید کرد اگر من به شما بگم که نیمی از این خانوم لبنانی هست. درسته. نیمی از این خانوم لبنانی هست. بله شنیدیم. اصلا اسم شکیرا از واژه شکر میاد، یعنی شکرگزار. واژه مؤنث هست برای کلمه شکرگزار. یا نمونه دیگه آقای باراک اوباما هست. آقای اوباما پدرش اهل کنیا، سیاه پوست، رنگین پوست، اما مادر اهل کانزاس هست، سفید پوست هست. مادر بزرگ و پدر بزرگ از سوی مادری اهل انگلستان، سوئیس و آلمان هستند. اما ما تصمیم گرفتیم که بگیم این از نژاد سیاه هست.
حتی در کتاب‌ها بنویسیم که این نخستین رئیس جمهور نژاد سیاه امریکاست. تمام این جمله غلط است از لحاظ بیولوژیک. از اون طرف اگر شما سلول جنسی مادر آقای اوباما رو با سلول جنسی پدر آقای اوباما مقایسه کنید، سلول جنسی مادر آقای اوباما 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر هست، یا اسپرم تعداد دی ان ای بیشتری هم به آقای اوباما داده، یعنی دی ان ای میتوکندری یا اون بخشی از سلول بدن آقای اوباما که تولید انرژی میکنه، دی ان ای اون رو هم مادر میده. بنابراین حتی اگر روی ترازو بگذارید، ترازو میره به سوی مادر. و مادر کی هست؟ سفید پوست هست، اهل کانزاس هست، و پدر و مادر این خانم اهل سوئیس، انگلستان و آلمان هست. درسته به این ترتیب. آقای دکتر نوذری، مگر این نیست که در علم ژنتیک ثابت شده است که به اصطلاح ژن سیاه پوست بودن به اصطلاح غالب میشه بر ژن سفید پوست بودن؟ اینطور هست یا نیستش؟ نه، ببینید، اول شما میتونید یک دوقلو داشته باشید، دوقلو، یکی از اونها بلاند باشه و سفید و یکی از اونها رنگین پوست باشه با موهای مجعد و تیره. یک بار دیگه تکرار میکنم برای شنوندگان شما، شما حتی میتونید یک دوقلو داشته باشید از همون پدر و مادر، یکی از اونها بلاند و سفید هست، یکی از اونها رنگین پوست و موهای مجعد داره. رنگ پوست متاسفانه که ما در دامان اون افتادیم، مرتب بر اساس اون آدم ها رو طبقه بندی میکنیم. رنگ پوست تنها نتیجه برخورد انسان هست با اشعه ماورای بنفش، پرتوی فرا بنفش. هر چقدر که ما از آفریقا دورتر شدیم، رنگ دانه های بدن خودمون رو، به اون میگیم ملانین، با اون سلول هایی که اونها رو تولید میکنن ملانوسیت، این رنگ دانه ها کم رنگ تر و کم رنگ تر شدن، یعنی چگالی اونها پایین تر رفته. چرا؟ تا ما بتونیم نور خورشید بیشتری رو بگیریم در مناطقی که آفتاب کم هست، برای تولید ویتامین د، برای تولید کلسیوم و برای تولید فولیک اسید که لازم هست برای زایمان. یعنی زایمان بدون این فولیک اسید و بدون بسیار دیگر از آنزیم ها که نیازمند پرتو فرابنفش هستن غیر ممکن می بود. همین، به همین سادگی. رنگ چشم برای مثال، چشم آبی تنها 10,000 سال هست که روی کره زمین پدیدار شده و اون هم ارتباط مستقیم داره با از دست دادن رنگدانه های چشم. یا برای مثال رنگ مو، موی طلایی 11,000 سال هست که روی کره زمین پدیدار شده. بله. فنوتیپ ها، این ظاهر ها. بله. بنابراین ما سالها هست که آدم ها رو طبقه بندی می کنیم و علم بیولوژی سالها هست که این طبقه بندی ها رو رد می کنه. اوکی. بین آدم ها تفاوت هست. هیچ دو آدم یکسان نیستند. اما میان آدم ها سلسله بندی، درجه بندی نیست. درسته. و نژاد، اعلام نژاد کردن یعنی ایجاد یک سلسله مراتب و طبقه بندی کردن. این رو علم بیولوژی امروز رد میکنه. بله. عرشبت که ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای دکتر، خیلی خیلی هم وقتمون تنگه، از اونم به من میگه آقای امیر که کمتر. در برنامه آینده میخوام ازتون بپرسم که اگه اینطور که هست میفرمایید، چرا هرچی نژاد انسان‌ها رفتن به طرف شمال اروپا، مثلا سفیدپوستا، اونجا آفتاب خیلی کمتری دارن، ولی چرا رنگ پوستشون سفید هست در حالی که میدونیم که رنگ سیاه آفتاب بیشتر جذب میکنه، اشعه ما رو بنفش و نور و گرما رو بیشتر جذب میکنه؟ اینو میخوام در برنامه آینده ازتون بپرسم. باشه؟ چشم، با کمال میل. خیلی ممنون از وقتتون، سپاسگزارم دکتر حسام نوذری. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون باشه. از شما بخیر. ممنونم عزیزم، مرسی. دوستان عزیزم، با آقای دکتر حسام نوذری بودیم، در ارتباط با ژن از این قبیل با ما صحبت کردن. بپردازیم به